سخنان سرور گرامی، آنچه که اهمیت خواستگاری تا چند اندازه در حال حاضر اسرائیل، آنچه که ما بعد از تأسیس آن در 1947 یا 48 بعد از هولوکاست داشتیم، یعنی که بعد از جنگ جهانی دوم 1939 تا 1945 ما شاهد یهودی کشی بودیم که به هر حال 6 میلیون یهودی، 1.5 میلیون کودک از بین رفتند، در کورهای آدم سوزی سوختند و دنیا سکوت کرد. از طرف دیگه ما با کهریزک های خاموش که در ایران هست روبرو هستیم که میبینیم تا چند اندازه جفا میشه و ظلم میشه و به چگونه حقوق بشر نقض میشه در ایران و دنیا خاموشه و رسانه ها خاموش هستن، از نظر حقوق بشر مسائل رو بیان نمی کنن. با وجودی که ممکنه از 1945 سالها گذشته باشه و برحال آنچه که از نظر برحال سازمان ملل، امنیت ملل و غیره و کشورهایی که از اون موقع تا حالا ایجاد شدن، هنوز که هنوز ما شاهد رواندا هستیم، شاهد طالبان هستیم که روی کار میان و به چگونه مردم مظلوم آن کشور رو سرمایه ها آنان رو به یغما میبرن و دنیا هنوز سکوت میکنه. یعنی که یک مسئله هست، مسئله اول رسانه‌ای هستش که تا چند دسته اگر این طور باشه که میگن که یهودیان در از سیطره‌ای دارن از نقطه نظر پروتکل های شیوخ صهیون که بر تمام مدیاهای جهانی برحال اینا تسلط دارن و مستولی هستن، اگر اینطور هست پس باید بگونه دیگر باشه، رسانه ها باید پشتیبانی بکنن از اسرائیل و بیان در مقابل یهودی ستیزی بایستن. و آنچه که ما در حال حاضر در اروپا داریم میبینیم از نظر یهودی ستیزی و زیر سوال بردن موجودیت اسرائیل، یعنی اسرائیل ستیزی از نقطه نظر بی دی اس و ارگانهای دیگری که به کار آمدن و روی کار آمدند، ما رو بر این میسازه که بیشتر نه فقط بیایم و روشنگری بکنیم آنچه که به عنوان معوا و سرزمین موعودی و اجدادی اسرائیل که آمده به عنوان یک کشور سکولار آمده و بیش از 70 ساله در این کشور، یعنی که در این کشور که 21% غیر یهودی هستند که همزیستی مسالمت آمیزی با عرب اسرائیلی دارن، حتی در هیئت دولت اسلامگرایان اخوان المسلمین در حال حاضر شرکت میکنن، این دموکراسی رو ببینیم تا چند اندازه با تمام برحال نارسایی هایی که ممکنه داشته باشه و قوت هایی که ممکنه داشته باشه بیایم باز بکنیم، نه فقط بگیم که اوکی پشتیبانی کردن از سیاست هایی که در حال حاضر در اسرائیل هست به جایی نمی انجامه، بلکه وقتی که ما مسائل رو باز میکنیم میبینیم که دول جهانی تا چند اندازه به دنبال آن هستند که یهودی ستیزی رو باش، یعنی مهارش نکنن و آنچه که به هر حال اسرائیل حراسی میشه رو مهار نکنن، بلکه یک جنبه این مسئله داره از نظر حالا امنیت ملی، دیپلماسی فرهنگی و غیره. از یک طرف تا دیروز اسرائیل حراسی بود که اسرائیل چندین جنگ با کشورهای عربی داشته و تونسته با از طریق پیمان ابراهیمی به یک برنامه قرارداد صلح از نظر سالهای 90 با اردن و همینطور با دولت خودگردان فلسطینی که در اون موقع یاسر عرفات بود، حتی جایزه نوبل رو 3 قسمت کردن، به رابین دادن و شیمون پرس دادن و یاسر عرفات دادن که به عنوان یک فردی که به هر حال به عنوان ابر تروریست که اول از همه آمد همکاری داشت با آنچه که اسلامگرایان افراطی روی کار آمدن روی ایران و انقلاب اسلامی
و غیره، یعنی که هم از به قول معروف میگن از دو طرف، یعنی یک حالت استاندارد دوگانه داشت تا وقتی که به نفعش بود با جمهوری اسلامی بود، وقتی که صدام روی کار اومد و جنگ تحمیلی رو ما داشتیم که 8 سال جنگیدن و بیش از هزار میلیارد دلار از بیت المال مردم از بین رفت و 1.5 میلیون به گفته کشته و زخمی داشتیم. از این رو میبینیم که دیدیم اون یاسر عرفات رویهش رو عوض کرد و به طرف صدام رفت و از او پشتیبانی کرد. یعنی که یعنی اون دول بین الملل دنبال چه هستن از نظر اسرائیل حراسی؟ اگر بر این بودن که از نظر اسرائیل حراسی اوکی بیان و دشمن ما که اسرائیل هست، تمام کشورهای عربی 56 کشور بگیم اسلامی و 22 کشور عربی، اگر این طور بود خب میباید ما یک دموکراسی در قلب خاورمیانه بجز اسرائیل نیز داشتیم و اون ایران بود. از طرف دیگه میبینیم که آنچه که تا دیروز اسرائیل حراسی بوده امروز تبدیل شده به ایران حراسی. یعنی خواسته این دول بین الملل و اینی که افرادی که حالا ما گلوبالیست ها نامشون رو میذاریم، نو مارکسیست ها نامشون رو میذاریم، حالا کمونیسم رو نامشون میذاریم و سی سی پی بهش میگیم، چینی ها، کمونیست های چینی و غیره، اونها به دنبال چه هستن که از این آب گلالود ایران حراسی و اسرائیل حراسی بیان ماهی بگیرن؟ و پاسخش به نظر من برمیگرده به پیشینه نیاکان پارس یهود، ادبیات پارس یهود. و وقتی من صحبت از دوستان میگم چرا میگی پارس، میگم پارس یهود ایرانیان. چرا؟ به خاطر اینکه فراموش نکنید که افغانستان و پاکستان و کشورهای عربی که ما در عراق و غیره و تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان و غیران جزوی از ایران بزرگ بودن و این در ایران بزرگ بوده که تلمود نوشته شده 2500 سال پیش. در ایران بزرگ بوده که یهودیت تونسته پابرجا بمونه و این پیشینه نیاکان 2700 ساله به عنوان فرزندان کوروش که من در خدمت شما هستم به عنوان یک یهودی، ما بر این باید باشیم که اول از همه تحلیلی داشته باشیم از ایران حراسی و اسرائیل حراسی و چرا به دنبال آن هستن که بتونن جدایی در بین این دو ملت ایجاد بکنن با وجود که حتی با یکدیگر جنگی نداشتن. همیشه یهودیان در کنار ایرانیان می جنگیدن و دشمن مشترک داشتن و اون دشمن مشترک